بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت زوجین جوان و عزیزان نازنینی که در آستانه ازدواج هستند. یکی از مسائلی که در ازدواج ها در همه ایام روزگار و همچنین روزگار ما فراوان دیده و شنیده می شود، همون چیزی است که تحت عنوان بیوفایی یا عهد ناداری در ازدواج مطرح میشه. خب بخوام واضح‌تر بگم، همون کلمه خیانت زناشویی است، اما این کلمه انقدر درشت است و انقدر جراحت افزا که ترجیح میدم من با کلمات دیگری جایگزین کنم: ناوفاداری زناشویی. در زمره بالاترین علل در پاشیده شدن و گسست خانواده ها همین مقول است: ناوفاداری زناشویی. ما اگر بخواهیم دسته بندی کنیم، رتبه بندی کنیم علل گسست خانواده ها رو، به 5-6 دسته عمومی و عمده میرسیم که در دل هر کدوم از این کاتگوری ها و دسته ها اجزاء فراوانی هست، اما سرشاخه ها 5-6 تا بیشتر نیست. در رأسش ناوفاداری زناشویی است. خب همون چیزی که عرض کردم، عامه بهش میگن خیانت زوجینی، که واقعا ما طالب نیستیم که حتی کلمه‌شو به کار ببریم. اما اگر چنین اتفاقی افتاد چه باید کرد؟ این اتفاق در وهله اول میتواند یک آشوب و تلاطم رو در صحنه خانواده ایجاد کنه، چه از سوی آقا چه از سوی خانم. این رو بدانند هر دو پارتنر عزیز و نازنین که تلاطم ها و هیجانات آنی قابل توجیه است و قابل پذیرش و یک تخلیه هیجانی طبیعی است، مثل گرسنه ای که فریاد می کند، مثل فرد عصبانی که داد می زند، مثل تشنه ای که بیتابی می ورزد و مثل آدم ترسیده ای که پا به فرار میگذارد یا برای دفاع از خود حمله میکند. خب اینها غرایزی است که به رفتارهای نوعاً غیر خودآگاه و ارتجالی و آنی میانجامد. خب اطلاع از یک ناوفاداری در زناشویی در وهله اول طبیعی است و باید حق داد که به نوعی واکنش و ریاکشن عاطفی بعضاً شدید بیانجامد. اما نکته بعدی مدیریت ماجراست. به صرف جار و جنجال و ریاکشن عاطفی و تلاطم و ادامه عصبانیت و عصبیت مشکل لزوماً حل نمی شود. مرحله بعد ریشه یابی ماجراست. این ریشه یابی هم به صورت پلیسی، به صورت قضایی در امور خانوادگی جواب نمیدهد. ریشه یابی مشکلات خانوادگی در سایه گفتگوهای صمیمانه زوجین در کنار یکدیگر است، ولو اینکه از یکدیگر دلخوری دارند و از یکدیگر سخت مجروح شدند، اما باید با هم حرف بزنند. اون طنز معروف و شنیدنی که گفت قهری حالی ولی چرا حرف نمیزنی، این گویای همین حکمت است. ما با یکدیگر قهر میکنیم، یعنی دلخور میشویم، از هم مجروح میشویم، از هم لطمه میبینیم، اما زبان حرف زدن آخرین و بلکه بهترین ابزاری است که میتواند اون زخم رو ترمیم کنه، اون جراحت رو جبران بکنه. ما زخم برمیداریم، جراحت برمیگیریم، از یکدیگر دلخور میشویم، با یکدیگر قهر میکنیم. حالا برای حل این، اون کلید شاه کلید رو هم گم میکنیم که عبارت است از چی؟ حرف زدن و صحبت کردن. پس این حکمت درست است که قهری حالا چرا حرف نمیزنی. در سخن گفتن با یکدیگر باید ریشه یابی ماجرا کرد. آیا کمبود بوده؟ آیا انتقام بوده؟ آیا هوس بوده؟ آیا وسوسه بوده؟ آیا دام بوده؟ همه اینها رو باید در محیط آرام بررسی کرد. خب هر کدام اینها که بوده فرق نمیکنه، البته سطح این دلایل با هم دیگه فرق داره، هوسبازی فرق داره با اینکه جلوی پای کسی دامی پهن بکنن، اما هر کدام اینها که بوده باشه در نتیجه عمل تفاوتی نمیاره، یک اتفاق ناخوشایند افتاده. خب
حالا اتفاق ناخوشایند رو چگونه باید جبران کرد. من کلمه ای رو ساختم برای این ماجرا که به خانم ها عرض می کنم در برابر ناوفاداری که از همسرتون مشاهده کردید، برید به کمکش برای بازگرداندنش به وفاداری. کمک کردن به همسر برای بازگرداندن به وفاداری قهر کردن با اونیست، تهدید کردن اونیست، آبرو ریختن از اونیست. چون با این کارها ما او رو میبریم به آخرین نقطه یا بی آبرویی یا احساس عدم عزت نفس یا تصمیم برای انتقام. گفت آب که از سر گذشت چه یک نی چه صد نی. پس چه کار کنیم؟ باید از خودمون در برابر او یک سپر صیانت و حفاظت بسازیم. چیز عجیبی، یعنی سخن عجیبی به نظر میاد. شوهر شما خطا کرده، تازه شما میخواید سپر صیانت و حفاظت آبروی او بشید. بله، جز با این نمیتونید، جز با این روش نمیتونید همسر رو برگردونید. حتی اگر شرمندش میخواید بکنید باید همین کار رو بکنید. البته این شرمندگی به معنای آبرو ریختن و تخریب او نیست، بلکه این شرمندگی به معنای این است که او به اصطلاح پشت دستش رو داغ کنه و دیگه در برابر شما حیا بکنه که بخواد به راه خطایی بره. بنابراین در برابر ناوفاداری های زناشویی چاره ای نیست. چه آقا نسبت به خانم، چه خانم نسبت به آقا، با عفو و بخشش سپر صیانت و حفاظت از خودشون بسازن، حتی در برابر کسی که میخواهد آزاری برساند. خانمی که در برابر یک آزار بیرونی که نسبت به شوهرش داره واقع میشه سینه سپر میکنه و از خود سپر صیانت و حفاظت برای شوهرش میسازه، این زودتر میتونه این همسر رو دوباره به چنگ بیاره. در غیر این صورت نقض غرض میشود و این همسری که به خاطر او داره تلاطم میکنه که چرا فرد ثالثی وارد شده، اتفاقا این همسر رو از دست خواهد داد. بنابراین ساختن سپر حفاظت و صیانت در برابر لغزش های همسری، این فرمولی است که باید در برابر خطای ناوفاداری زناشویی به کار برد. غیر از این فرمول میشود جار و جنجال، میشود آبروریزی، میشود انتقامگیری و میشود خصومت و نهایتا جدایی. سوات چه نتیجه ای میگیریم؟ بله، خودمون رو تخلیه میکنیم، اما یک چیز رو هم خراب میکنیم و اون چیز زندگی است و سزاوار نیست که زندگی با لغزش ها به سرعت از هم بپاشه، بلکه لغزش ها رو باید به ترمیم ها و پویش های مجدد تبدیل بکنیم. سپاسگزارم از توجه شما.